همزمان با عقب کشیدن سلاح‌های سنگین از خط مقدم درگیری‌های شرق اوکراین، مقام‌های ارتش کاهش قابل توجه حملات جدایی طلبان را تایید کردند. با این حال، سخنگوی ارتش اوکراین از حمله جدایی طلبان به شهر آودیفکا با موشک گراد خبر داد. جدایی طلبان می‌گویند که عقب نشینی سلاح‌های سنگین خود از منطقه دونسک را نیز آغاز و دست کم 4 کامیون با سامانه‌های موشک گراد را به سوی مرز روسیه ارسال کردند. بر اساس توافقنامه مینسک که 2 هفته پیش امضا شد، دو طرف درگیر در شرق اوکراین متعهد شدند تا با عقب کشیدن سلاح‌های سنگین خود از خط مقدم نبرد، یک منطقه حائل 50 کیلومتری ایجاد کنند. رئیس ارتش اوکراین تایید کرد که آتش بس در لوهانسک و در ماریوپول نیز برقرار شده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در رابطه با بهبود وضعیت اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دادند.